با درود و وقت بخیر به سرویس خبری ساعت شش هزار ورد با من ریحان رابه و همکارم منیر سمدی خوش آمدید. سرخط خبرها طالبان چهار نفر را در بامیان و میدان بردر در ملای عام شلاق زدند. جنگجویان طالبان خانواده هایشان را از پنشیر خارج کردند. اعضای شورای امنیت درباره قانون امره به معروف طالبان ابراز نگرانی کردند. یک زن جوان در بادغیس به با قتل رسید. ندا محمد ندیم کاربران شبکه اجتماعی مرتد هستند. انفجار ماین در سر پل جان پنج جنگجوی طالب را گرفت. تبر استراتژیک القاعده جهادگرایان از خاور میانه به افغانستان سرازیر شدند بررسی نقشه رای گروه های سیاسی مخالف طالبان در دانشگاه کمبریج خبرها دادگاه عالی طالبان از اجرای حکم شلاق بر چهار نفر در فلایت های بامیان و میدان وردک خبر داده است. بر اساس خبرنامه دادگاه عالی طالبان که امروز شنبه هفته سنبال نشر شده، در یک ولنگ بامیان دو نفر متهم به فرار از منزل هر یک سی و شلاق زده شدند. در این خبرنامه به جنسیت این دو نفر اشاره نشده اما از دید طالبان فرار از منزل برای زنان جرم است. دادگاه عالی طالبان افزوده است که دادگاه ابتدایی این گروه در یکاولنگ این دو نفر را به یک یک سال زندان نیز محکوم کرده است. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که دو نفر در ولسوالی چک میدان وردگ نیز به اتهام لواطت در ملای عام شلاق زده شد. گفته شده است که این دو نفر هر یک به دو سال زندان و سیون و ضرب شلاق محکوم شدند. اجرای حکم شلاق در ملای عام از سوی طالبان در حال جریان دارد که نهادهای حقوق بشری این, این مجازات را خلاف قوانین بین المللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند. منابی در پنشیر می گویند که برخی از جنگجویان طالبان خانواده هایشان را از این ولایت خارج کردند. و گفته این منابع خانواده جنگجویان طالبان به دستور حبت الله آخونزاده رهبر این گروه از پنشیر خارج شدند. یک منبع می گوید که اکثریت فرماندهان طالبان خانواده هایشان را به پنشیر آورده بودند و در این ولایت در خانه های شخصی مردم بومی زندگی می کردند. علت دستور خروج خانواده های جنگجویان طالبان از پنشیر روشن نیست. این در حالی است که باشندگان پنشیر از تصرف خانه های شخصیشان توسط طالبان شاکی بودند. طالبان در اوایل سلطه خود بر افغانستان در پنشیر با مقاومت مسلحانه روبرو شدند و به همین دلیل در این ولایت حضور گسترده دارند. به گفته منابع طالبان در پنشیر لوای فوقلاده نظامی دارند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر بیانیه درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان ابراز نگرانی کرده و گفتند که ادامه تبعیز جنسیتی و سرکوب زنان و دختران در افغانستان را به شدت محکوم می کند. این بیانیه روز جمعه 16 سنبله از سوی نمایندگان دوازده کشور شامل اکوادور، فرانسه، گیانا، مالتا، موزامبیک، کوریای جنوبی، سرالیون، سلوانیا، سویس، بریتانیا، آمریکا و ژاپن صادر شده است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل ترجمه این بیانیه را در اکس نشر کرده است. فایق از این بیانیه استقبال کرده است. اعضای شورای امنیت در این بیانیه گفتند که قانون امره به معروف طالبان محدودیت های غیر قابل قبول بر حقوق و آزادی های بنیادی شهروندان افغانستان را عمیقتر می کند. این قانون که دو هفته قبل توسط رهبر طالبان توشیح شد واکنش های گسترده ای را در داشته است و برخی کشورها آن را محکوم کردند. اعضای شورای امنیت گفتند امروز ما بار دیگر از طالبان می خواهیم که فورا تمام سیاست ها و عملکردهایی را که بهرهمندی از زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی های اساسی را محدود می کند لغو کنند. اعضای شورای امنیت گفتند که طالبان به حقوق کار و تحصیل زنان و دختران احترام بگذارند و این پیشنیاز یک افغانستان با ثبات، و مرفع است. اعضای شورای امنیت از کشورها و سازمانها خواستند که از نفوذ خود مطابق با منشور سازمان ملل متحد برای معکوس کردن سیاستها و عملکردهای طالبان استفاده کنند. منابع در بادغیس میگوید که یک زن 25 ساله در مرکز این ولایت توسط فرد یا افراد ناشناس خفه شده و به قتل رسیده است به گفته این منابع این زن نازبیبی نام داشت و بامداد امروز شنبه افده سنبله در ساحه جری حاجی سخی ناحیه پنجم شهر قلینو در بیرون از خانهش خفه شده است منابی میگویند که روشن نیست که چه کسی این زن را خفه کرده است مقام های محلی طالبان در بادغیز تا اکنون در این زمینه چیزی نگفتند. همه روزه از قتل مرموز و کشف اجساد از ولایت ها گزارش می شود عاملان بخش عمده ای از قتل های مرموز افراد مسلح ناشناس انوان می شود. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید که کاربران شبکه های اجتماعی از جمله اکس و فیسبوک مرتد هستند یک نوار تصویری از این مقام طالبان روز جمعه 16 سنباله منتشر شده است که وی را در حال سخنرانی در یک همایش در کابل نشان میدهد. ندیم تاکید می کند که کاربران شبک اجتماعی دست به تبلیغات منفی علیه طالبان میزنند. و به عالمان دین توهین می کنند. او در بخشی از سخندانی خود می افزاید. این کاربران مرتد تبلیغات خود را به زبان پشتو انجام می دهند. وزیر تحصیلات عالی طالبان در حال کاربران شبکه های اجتماعی را مرتد خوانده است که مقام های این گروه از شبکه های اجتماعی به ویژه تویتر بیشترین استفاده را می کنند. منابع محلی در سر پل می گویند که در پی انفجار یک ماین در این ولایت پنج جنگجوی طالبان کشته و چهار تنی دیگر زخمی شدند. منابع روز جمعه 16 سنبل گفتند که این رویداد دو روز پیش در روستای شاخدره از مربوطات ولسوالی بلخاب سر پل رخ داده است. به گفته منابع این انفجار زمانی رخ داده است که جنگجویان طالبان در حال انتقال یک انبار جنگ کشف شده بودند. منابعی تصریح می کنند که یک غیر نظامی نیز در میان قربانیان این رویداد قرار دارد. بر اساس اطلاعات منابع این جنگ توسط افراد مولوی مهدی مجاهد فرمانده پیشین طالبان در مناطق مختلف بلخاب جابجا شده بود. منابع همچنین خاطر نشان می کنند که طالبان برای پیدا کردن محل این جنگ افزارها باشندگان محل را لاتوکوب کرده بودند. مسئولان محلی طالبان در سر پل تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده اند. گزارش جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و ها گروه های تروریستی مستقر در این کشور نشان می دهد که اعضای القاعده اخیرا از کشورهای مختلف به ویژه از یمن به با افغانستان بازگشتن و خطر حضور دایش خراسان در این کشور رو به افزایش است. بر اساس این گزارش، عبدالعظیم بن علی، یکی از فرماندهان سابق دار القاعده که شهروند لیبی است، در سمت مشاور سراج حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخلی رژیم طالبان کار می کند و شماری دیگر از فرماندهان القاعده نیز مشغول راه مراکز آموزشی و, و همکاری با دیگر گروه های جهادی هند. در گزارش شورای امنیت که مشخصا در مورد فعالیت داعش و القاعده در آفریقا خاور میانه و آسیا تهیه شده آمده است که دایش خراسان از خطرهای جدی برای امنیت بسیاری از کشورهای جهان است و این گروه به اعضایش دستور داده است که حمله های را به کشورهای جز افغانستان و پاکستان نیز سازماندهی کنند. در این گزارش آمده است که تهدید داعش خراسان تنها به کشورهای همسایه افغانستان و آسیای میانه خلاصه نمیشود. این گروه قصد دارد دامنه ی حمله های مرگبارش را فراتر از مرزهای آسیا ببرد بر اساس این گزارش ابو منظر شهروند تاجکستان مستقر در افغانستان مسئولیت امور مالی دایش خراسان را بر عهده دارد دایش خراسان شبکه ی از افراد مرتبط با خود را در ترکیه اوکراین کشورهای آسیایی میانه و کشورهای اروپایی ایجاد کرده است و از طریق آنان ضمن جمعآوری کمک مالی نیروی جدید استخدام می کند. شماری از دانشگاهیان و گروه های سیاسی افغانستان در کنفرانسی نقشی راه مورد نظر خود برای آینده افغانستان را بررسی می کنند. سیومین سری این کنفرانس ها و اینوان فراگیری و نمایندگی آینده دولت در افغانستان روزهای 6 تا 7 سپتامبر در دانشگاه کمبریج برگزار شده است در روز اول بیشتر سخنرانان نحوی حکومتداری طالبان و تلاش برای تمرکز بیشتر نظام سیاسی را بنا به شواهد تاریخی محکوم به ناکامی دانستند شرکت کنندگان تاکید دارند که یک نظام سیاسی نامتمرکز بیشتر می تواند فراگیری در جامعه متکثر افغانستان نمایندگی کنند این سری کانفرانس ها در سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود فرمانده پیشین مقاومت علیه طالبان برگزار می شوند زلمی نشاد یکی از برگزار کنندگان این نشست می گوید جبه آزادی افغانستان روند ویانا شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان مجمع فدرال خواهان افغانستان حزب شهروندان افغانستان و نهزر اعتماد ملی افغانستان از جمله گروه هایی است که طرف و نقشی رای پیشنیادی خود برای آینده افغانستان را فرستادن. هدف از این کانفرانس پاسخ به سوالاتی است که به عقیده برگزار کنندگان درک بهتری از پیچیدگی این کشور و چالش های پیش رو را ارائه می کند. از این که تا پایان این سرویس خبری با ما بودید، جهان سپاس تا دیدار بعد بدرود.